سلام بچه ها مصطفی هستم و این درس شماره 6 خیلی خوشحالم که تا اینجا با ما همراه بودید و این 5 تا درس حتما خوندید امیدوارم که خیلی خوب تکرار کرده باشیدش اینجا کانال منه میتونید بهت ببینید چیزای دیگه ولی این درسی که ما داریم با هم میخونیم رو خیلی سعی کنید بچه ها با دقت پیش برید سعی کنید برای خودتون تکرار کنید و فقط این نباشه که بچه‌ها یه دونه ویدیو رو همینجوری بشین نگاه کنید خب سعی کنید رو انجام بدید یه جایی نمیفهمید برید عقب برگردید باید یکم به شکل اکتیف تری دنبال کنیم این جلسه بچه میخوایم درباره فمینان و مسکولان صحبت کنیم که احتمالا میدونید که فمینان بچه ها یعنی معنیس مسکولان یعنی مزکر این مزکر معنیسی که خیلی بحثش زیاده تو زبان فرانسه بریم ببینیم که داستانش چیه و خیلی ها هم شاید نگرانش هستن توی قسمت اول گفته اون اون حالا شاید هم بخواسه بگه ان اون اوبسروه لا du دو دوباره شکل ما چی داریم داریم نگاه کردن اوبسروه لا فورماسیون دو فمینن دون مو کی سویو میگه شکل مؤنس این کلمات مذکر رو شما ببینید اون آبیا مذکرن اون قرمزا Un ami, une amie. Un français, une française. Un anglais, une anglaise. Un tunisien, une tunisienne. Un espagnol, une espagnole. Un turc, une turque. Un étranger, une étrangère. Un italien, une italienne. Un garçon, une fille. Un homme, une femme. قاعدش بچه ها یکم جلوتر میگیم ولی من دوباره یه بار دیگه میخونم دقت کنید ببینید آیا یک الگویی پیدا میکنید که چرا چه شکلی معنیس شده پیش خودتون یکم فکر کن انمی میشه یک دوست معنیسش اونمی ان ام فرانسه یک مرد فرانسوی اون فرانسز یک خانم فرانسوی ان انگلی یک مرد انگلیسی اون انگلز، یک خانم انگلیسی ان تونیزیان یک مرد تونسی اون تونیزیان یک خانم تونسی ان اسپانیال یک آقای اسپانیایی این اسپانیال یک خانم اسپانیایی ان توخک یا آقای ترک اون توخک یک خانم ترک ان اترانجه یک آقای خارجی اون اترانجه یک خانم خارجی ان ایتالیان یک ایتالیایی یک آقای ایتالیایی اون ایتالیان یک خانم ایتالیایی ان گرسون یک پسر این فی یک دختر انوم یک آقا این فم یک خانوم برای ایرانی اگه بخوام بگیم میگیم انی یک آقای ایرانی اونی غنین، یک خانم ایرانی انی غنیان اونی ان افغان، یک آقای افغانستانی اون افغان یک خانوم افغانستانی بریم ببینیم اینجا چی میگه لبون جان غنیم بریم ببینیم جنس اینا چیه Piste 29. Écoutez les phrases. Écoutez les phrases, et cochez la bonne réponse. Pour une coupe de une Piste 29. Il faut écouter piste 20. Unité 6. 2. Le bon genre. Écoutez et cochez la bonne colonne. Exemple 1. Vous êtes français? 2. Tu es chinoise 3. Je suis allemand 4. Nous sommes camerounaises 5. Vous êtes anglaise 6. Tu es sénégalais 7. Nous, nous sommes tunisiens 8. Je suis italienne. اوکی خیلی بیان همچنان میگم بچه ما الان فعلا میخوایم که شما یکم حساس بشید به اینکه مسکول نفهمینن چیه جلوتر توضیح میدم ولی سعی کنید یکم قاعده برای خودتون پیدا کنید اولی از وزت فرانسه مسکولانه اگه مهندس بود بچه چی میشد یه ا میگرف آخرش میشد ویزت فرانسز از مسکولانه تو شینواز این یه او گرفته و صدای ز میشنویم مهندسه روسی آلمان نه آلمان بچه که مزکر بود میشد مؤنس بود میشد آلماند آلمان ماسکولا نو سوم کامرونز دوباره اینجا ما اون کنسون آخر رو میشنویم مؤنس بوزت انگلز شما انگلیسی هستید خانم انگلیسی اگه مذکر بود میشد انگلی توی سنگله سنگله مزکر مؤنثش که بود میشد سنگلز نو سوم ما تونسی هستیم اگه مهنس بود بالا رو نگاه کنیم میشه تونیزین، مثل ایرانیان. ایغانیین جسیز ایتالیین مثل ایرانیان دوباره اگه مذکر بود میشه جسیز ایتالیین اتخ او پیزان. بچه ها فعل اتخ به معنای بودنه یا هستن بسیار فعل مهمیه نه تنها معنیش در ابتدای کار به شدت برای ما مهمه و به ما کمک میکنه تا جملات مختلفی رو بگیم تا سوالهای مختلفی رو بپرسیم بلکه یکی از افعال کمکی زبان فرانسه هم هست که حالا بعدا درباره صحبت میکنیم که چی کار میکنیم ولی خیلی مهمه که این فعل ما بلد باشیم تلفظش رو بلد باشیم و بتونیم استفادهش بکنیم معنیش رو بلد باشیم قبل از اینکه اون تمرین رو انجام بدیم بریم قسمت سمت راست که گفته اتخ اندیکتیف پرزان این زمان حال اخبار شما میخوایم بگیم من بچه هم میگم غپت اپخه مو هم suis سوی سوی بگو ها میشنوم من از اینجا جو سوی بازم میدونم نگفتی ها جو سوی تو، Tu es. Tu es. Il est. Elle est. Il est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. n'est Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. In Mitchell's vous êtes. ولی چون بعدش حرف صدادار داریم که ات باشه یعنی با او اکسان سیخ کنفلکس شروع شده میگیم وزت ایلسون 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 ایل من معنی میکنم جو سوی یعنی من هستم توه تو هستی ایله ایل اون آقا هست یا اون شیء مذکر هست اله اون خانم هست یا اون شیء مؤنث هست نوسوم ما هستیم، vous شما هستید. ایلسون اون آقایون هستن. یا اون چیزای مذکر هستند. السون اون اون ها هستند یا اون چیزای مؤنث هستند. je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, بسیار مهمه. ما باید با اینا میخوایم حالا این جملهمون رو کامل کنیم. je suis français. je suis français یعنی من فرانسوی هستم.

وو بچه ووز ات نیستش اون صدای ز میچسبه به کلمه بعدی که ات باشه ووزت ایسی ووزت توی ای اتو فرانسه اتو فرانسه آیا تو فرانسوی هستی؟ چرا این شکلی شده؟ بچه یکی از انواع سوال های پرسشی ما جابجایی جایی فعل و فائله که اینجا تو ا ای بوده تو ای بوده شده اتو. و یه دونه خط تیغه گذاشتیم اونجا چرا به خاطر اینکه میگیم اینجاش عوض شد السون بل اونها زیبا هستن خانومه حالا یا چیز معنیس السون بل السون بل نو سام روس نو سام روس ما روس هستیم توی مقاکم تو مراکشی هستی توی مقاکم تو مراکشی هستی بچه ها <muchempe> Je suis français, ils sont contents, vous êtes ici, vous êtes ici, et tu es français, elles sont belles, nous sommes russes, tu es marocain. La page suivante, numéro 4, les nationalités, mais il y a trois du masculin au féminin. Étudiez le tableau, le tableau est changer à تخت هم میشه و اینجا جدول لو دو ناسیونالیته ابزرو نگاه کنید بچه ها به جدول ملیت ها و به تفاوت هاشون بنگرید به چی ابزرو ل فران ترمینازون دو ببینید که توی مؤنث چه چیزی بچا اضافه شده چه شکلی که شده مؤنث بریم با همین قاعده رو یاد بگیریم احتمالا تا الان یاد گرفتید میگه که آن جنرال جسی فرانسه او جسی فرانسه است. معمولا بچه ها برای معنیس کردن یک ملیت کافی یک او اضافه کنیم. در حالت مذکر بچه ها اون حرف بی صدای آخر خونده نمیشه که فرانسه اون اسش خونده نمیشه ولی در حالت معنیس چون که دیگه اون اسه حرف آخر نیست و یه اوی حرف آخره اون اسه خونده میشه و چون اون اسم بین دو تا حرف صدا داره صدای ز میده پس میشه سوی فرانسه ژو فرانسز پس در حالت عادی حالا این اس صدای ز میده اگر اس نباشه همون خونده میشه در حالت عادی ملیت ها به یک حرف بی صدا ختم میشن که اون در حالت مذکر خونده نمیشه در حالت مؤنث چون که ما یه او اضافه میکنیم اون حرف بی صدا خونده میشه مثلا آلمان میشه آلماند آلمان یه د داره آخرش ما نمیخونیم توی مذکر تو مؤنثش میخونیم آلماند یا اگه اس داشته باشه مثلا شینوا چینی مذکر چون اس داره میشه شینواز شینواز اوکی پس در حالت عادی این شکلیه حالا میگه که اگر مو آن او ان ای او یا او ان بشه اگر ما در انتهای کلمه مذکرمون ای او ان یا او ان داشته باشیم در حالت مؤنثش یه ان و او اضافه میشه این دفعه این دفعه فقط یه او اضافه نمیشه مثالش چی بود مثل ایتالیان توی بینی بچا ایتالیان ولی از اونجا که بعدش دیگه دوباره ما یه ان اضافه میکنیم که از بینی در میاد میشه ایتالیان ایرانیا ایرانیان میبینید ایتالیان ایتالیان ایرانیا ایتالیا ایرانیان تونسیان تونسیان در حالت بعدی گفته اون کلمه که به سه خط میشه مثل توخک در حالت معنیسشون سه تبدیل میشه به کی او -E. تلفظش بچه ها تغییری نمیکنه کنه توخ توخک اون ترکه اله و اون ترک پس اینها معمولا شکلهای مختلف ملیت هست و گفتیم که ما ایرانیان و ایغنین ایغنین حالت دومه افغان بچه ها در حالت اول قرار میگیره افگان یعنی یه دونه انیه که توی بینی در از خونده میشه ولی وقتی که مهندس میشه میشه افگن دیگه توی بینی نیست ایل افغان ایل افگا ایل, ایل, ایل افگان سنگ ام درپو یک پرچم ام پی یک کشور دزبیتان و ساکنی غلیه از کنید شک درپو هر پرچمی رو اوپی کورسپاندون به کشور مورد نظرش لیزلونوم د بخونید اسم ساکنینش رو صفه شکل مؤنثش و لجکتیف و صفتش بچه نگاه کنید ما کشور اینجا داریم پی الژقی به معنای الجزایر اگه من بخوام بگم الجزایری مذکر میگم ان الجریان بدون این قرمزا مؤنثش میشه این الجریان این الجریان کشور بعدی از شین و چه سه اش توی زبان فرانسه شه خونده میشه مذکرش هست ان شینوا ان شینوا مؤنثش هست این شینوا از پرچمش کجا بود اینجاست نه پرچمش اینجاست فرانس کشور فرانسه بچه کشور فرانسه میشه فرانس فرانس یادتون باشه یک فرانسوی مرد میشه ان فرانسه ان فرانسه این فرانسه. فرانسه یا توی قسمت بعدی هم گفتیم میتونیم بگیم ایله فرانسه اون آقا فرانسویه یا اون چیز فرانسویه مهندسش میشه ایل فرانسه کامرون کامرون ان کامرونه یک کامرونی مرد این کامرونز یک کامرونی زن میتونم بگم ایله کمرونه اله کمرونه ز سنگل ان سنگله مزکره این سنگله ز یا میتونم بگم ایله سنگله اله سنگله ز پرچنشو میبینید ترکی کشور ترکیه ان ترک این ترک طرف فرق نمیکنه میتونم بگم ایله ترک اله ترک که پرچنش اینجا میبینید آلمانی، آلمانی، ان المان یک Allemagne, Mozac, une allemande. Allemagne, Il est allemand, elle est allemande. Malien, Un malien, une malienne. Il est malien, elle est malienne. Pour Iran, va chercher Iran, Begam. je ce que Iran? Un iranien, une iranienne. Il est iranien, elle est iranienne. Parole Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan. Il est Af. گن، اهل افغان، جو سی افگان، جو سی افگان، گن افغان، موزاکار افغان، مانده. دنبال لبوم پرنام، بعضی وقتها بچه ها ما خب زمیر باید استفاده کنیم. های متنابهایی تو زبان فرانسوی داریم، اینجا میخوام یک زمیری استفاده کنم. غلیل پرنام، علاوه بر اسکو رسمنده. میگویم زمیر ها رو به جمله مورد نظر نس وصلش کنیم. اینجا به ما توضیح داده. برای جو مو داریم برای تو تو داریم برای ایل دوی داریم برای ال ال داریم فرق نمی کنه برای نو نو داریم وو وو داریم ایل او داریم ال ال خب شما میگی که خب آقا ما سیغه های اینو فهمیدیم ولی این اصلا چیه به چه دردی میخوره این بهش بچه در اصطلاح میگن پرونوم تونیک یا زماگر مثلا تأکیدی کاربردهای های متنوعی داره در زبان فرانسه ما اینجا فعلا میخوام در ابتدای جمله استفاده بکنیم مثل اینکه میگی کی موا میگه که موا اینجا جوسی فرانسه کی منو میگی موا جوسی فرانسه یکم برای تاکیده خیلی شاید ما معنی نتونیم بکنیم ما اینو در ابتدای جمله بچه ها و بعد از ا استفاده میکنیم و اینکه میگم و شما و او فعلا تو اینجایی که داریم یاد میگیریم موا جو فرانسه پس برای اول شخص مفرد از موا استفاده میکن موا جو سوی فرانسه یعنی کی من جو سوی فرانسه من فرانسوی برای تأکید هم استفاده میکنم که موا جم لسپو من خیلی برزش دوستم خیلی معنی شاید نتونیم بکنیم ولی استفاده میکنیم تو هم ویرگول توی افریکم تو تو افریقایی هستی اگه بخوام بگم و تو چی دیگه نمیتونم بگم, بگم بچه اتو چرا بچه چون tu, il, elle, nous, vous, il, elle, pluriel pluriel, اینا زمایر فاعلی هستن زمایر فاعلی یعنی شما باید فعل استفاده کن وقتی که من میگم و تو من نمیتونم زمایر فاعلی استفاده کنم بعضی زمایر تونیک استفاده کنم بعد میگم و تو و من میشه اموا و اون آقا میشه الوی و اون خانم میشه ال ای نو وو که حالا شبیه هم است تو هم توی افریقا لوی اون آقاه ایله ترک ال

البته نه همین جاسا من فعلا کاربورت که الان داریم استفاده میکنیم و به شما میگم به دوباره همچنان داریم اون قسمت های قبلی رو تکرار میکنم اینجا بچه ما یه سنتزی داریم دیگه ای که یکم ای, ای که بلند تره دهن باز میشه به این شکل نوشته میشه او اکسان گراف او اکسان سیخ و او تخمه با دو نقطه ای که کویت از ای چجوریه به اکسان تگو زد و ای اینجا ما بریم بخونیم ببینیم که البته ای رو اینجا نمید بریم لسان ای لسان ای و ای رو با هم بخونیم اکوته اکوش لکولان گوش بدید و زبدر بزنید سلون سو که تانده یا صدامون ای یا هست ای Et, écoutez, et, polande. Couche-pédine piste 30, nous allons écouter ensemble. Unité 6. Le coin phonétique. Les sons E et, et, et A. Écoutez et cochez la colonne selon que vous entendez le son et ou le son E. Auxiliaire.

آنت ل لتر کی فرم لوسون ا دان لمو سویوان ای کوتا اترانژ اوه کوuت پrل خب بدچان گفته ل فران منیق دکخیر لو سون ا چجوری بچها ا کی خونده میشه وقتی که ما او اکسان تگو داشته باشیم سربالا داشته باشیم وقتی اوz داشته باشیم و وقتی اوق داشته باشیم اینها اشکال مختلف صدای E هستن

Complétez les phrases en conjuguant le verbe être. Présentez-vous. این être une کنید خودتون میتونید پاز بزنید و معرفی کنید و بعدش خودتون رو معرفی کنید. Je suis من ترک هستم. Tu espagnol. تو اسپانیایی هستی. Il est اون تونسی هست. اون آقا ال بلژ اون جانوم بلژیکی است. بچا یک سری ها مثل بلژ هستند که توی مسکولنشون هم آخرش او داره ما قبلا گفتیم که اگر تو مسکولن به یک کنسون ختم شد تو مهنس یه دونه او اضافه میکنیم خیلی وقتا ولی اگر به او ختم شد تو مسکولن دیگه تو فمیننش فرقی نمیکنه مثالش رو میتونیم از بلژ استفاده کنیم که نه تو گفتار نه تو نوشتار متفاوت نیستم میگم ایله بلژ ال بلژ یا برای سوئیس ایل سوئیس ال سوئیس نو ما فرانسوی هستیم Vous êtes anglais, vous êtes anglais. vous êtes anglais. vous êtes anglais. Ils sont camerounais. Ils sont européens. Ils sont européens. Ils sont européens. classe des civilisations, des Français célèbres. Français vieux, Marouf, associé ces photos au nombre de personnages. Besme, nom de en connaissez On connaissez vous d'autres. Zinedine Zidane, vous le c'est un footballeur. Zinedine Zidane, est footballiste. Numéro 2, Marion Cotillard. Numéro 2, Marion Cotillard. C'est une actrice française. C'est une actrice française, un poésieur français. Je vais Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un écrivain français, un écrivain français. جنرال دوگل جنرال دوگل میتونیم بگیم ستن اون پولیتیک فرانسه سیاست مدار فرانسویه شارلوت گنزبور شارلوت گنزبورغ ستون اکتریس فرانسز فکر میکنم یک بازیگر فرانسویه شارلوت گنزبورغ و قسمت آخر که اتوالواسیونه که خودتون باید انجام بدید تا ببینید که آیا خوب یاد گرفتید یا یعنی اینکه یاد نگرفتید دوباره باید ببینید برید, برید، عقب بزنید اوتهکش ل بون کولون ان فنکتیون دو غانر مسکولین فمینین بعد گوش بده ببینید کدومش مذکر کدومش معنساه کمپلته له دیالاگ آن کنوگات لاوکزیلیر اتر با اتر کامل میکنیمنکاملنمیکنم براتون کمپلته له تابلو د ناسیونلیته مذکر معنسش رو بنویسید و رپته آن انسیستان سر له پرونوم پرسنل آن میگه که تکرار کنید با تعکید بر اون زمایلی که به صورت بولد به صورت درشت نوشته شده که هم پرونوم تونیکا بودم تو لوی ال نوو ال خیلی ممنون که این درس هم با من بودید خیلی خوشحال شدم دیدمتون امیدوارم درس بعد ببینمتون مراقب خودتون باشید